سلام، روز بخیر. امروز روزیه که تقریبا میشه گفت از همه چیز عقبم و به هیچ کدوم از برنامه‌هام هم نرسیدم. دیشب استودیو خوابم برده و نرفتم خونه. دیروزم دیشبم سفر بندرمون کنسل شد. ولاگ سفر بندر قرار بود بذارم که دقیقه 90 کنسل شد. احساس بی‌نظمی شدیدی دارم، خیلی شدید، و ولاگ یوتیوبم که خیلی کم دارم میذارم. من برم یکم با خودم خلوت کنم ببینم دارم چیکار میکنم. بریم. امروز برای من یه روز پروداکتیوی بود، ولی از اون درون خونه ای ها و بدون بیرون رفتن ها. این روزا در این که شدیداً توی حس و حال ناکافی بودنم، ولی سعی میکنم هر طور که شده ادامش بدم. فعالیت توی یوتیوب، فعالیت توی اینستا، مشاوره هایی که از طریق پیج اینستاگرام زمان رزرو میکنن، بر اومدن از پس کلاس هایی که ثبت نام کردم، اونم به نحوی که شاگرد اول یا دوم باشم، انجام پروژه های پیشنهادی، قوی کردن ارتباطم با خانواده و به طور همزمان حفظ کردن دوستیم با دوستایی که ارزششو دارن، و در کنار همه اینا اضافه کردن روتین زبان خوندن و کتاب خوندن و پیاده روی و مدیتیشن. البته باید بگم دو تا از برنامه‌هام که کاملا از دسترسم خارج شده و نمیتونم درستش کنم، یکی رژیم غذاییم هست و یکی هم 5 صبح بیدار شدنم. در تلاشم ولی مدام از زمان عقبم. باید از اینی که هستم هم با برنامه تر بشم. سعی میکنم خیلی زود روتینمو درست کنم تا بتونم همه چیزو بالانس نگه دارم. اینجا داشتم گیتارم آماده می کردم که شروع کنم به تمرین که متوجه شدم سیمش پاره شده. عیب نداره، پیش میاد دیگه. اولش خیلی ناراحت شدم، گفتم اینم یه چالش جدید و باید برم اینو درستش کنم، ولی بعد به خودم گفتم بی خیال، اینقدر سخت نگیر. اینجا هم کلی ظرف شستم و حس و حال خودم رو خوب کردم. بعدم 3.5 ساعت سولفج تمرین کردم و 2 ساعت ادیت کردم. این ویدیو رو براتون گذاشتم که یه کوچولو با روزایی که من تو خونه ام بیشتر آشنا بشین. توی کامنت ها به هم بگین اون چه کاریه که دوست دارین انجامش بدین ولی هر کاری میکنین نمیشه. شاید بتونیم با هم انجامش بدیم. ممنون از اینکه ویدیومو تا آخر نگاه کردین، لایک میکنین، سابسکرایب میکنین، برام کامنت میذارین. تو ویدیوهای بعد میبینمتون.